همراه من در استودیو کایل اورتون، تحلیلگر خاورمیانه و کارشناس امور تروریسم از مؤسسه تحقیقاتی هنری جکسون هست. آقای اورتون، اگر نگاه بکنید به دو حمله امروز تهران، چه نکته ای توجه شما را جلب کرده؟ خب نکته جالب اینه که این بار اولیه که داعش در ایران میتونه فعالیت بکنه، بنابراین این مسئله خیلی جالبی. همونطور که شما گفتین، غیر نظامی ها مورد حمله قرار گرفتن و این که اونها دو حمله شون رو در دو جای خیلی مهم مثل پارلمان انجام دادن، اون هم خیلی جالب هست. اگر به روش هایی که مهاجمان استفاده کردن برای حمله نگاه بکنید، آیا نکته دیدید که درش براتون جالب توجه باشه؟ تفاوتی نمیبینم. این همون روش هایی هست که قبلا هم دیدن، همون حمله هایی که تا میتونن بیشترین تعداد افراد رو بکشن. اینها حمله هایی هست که میبینیم، مثلا حملات انتحاری که جلیقه های انفجاری استفاده میکنن که هدفش اینه که تا میتونن افراد بیشتری رو بتونن بکشن. بنابراین من تفاوت چندانی با اون چه که قبلا دیدیم نمیبینم در این حملات. اولین بار نیست که حداقل به گفته وزارت اطلاعات ایران داعش تلاش کرده که در خاک ایران عملیاتی انجام بده. در استانهای مرزی ایران چندین بار شنیدیم که حمله هایی میخواست انجام بشه، وزارت اطلاعات ایران جلوش رو گرفته. فکر میکنید چه شد که تونستن در تهران، در پایتخت ایران، این حمله رو انجام بدن؟ نمیتونیم راجع به حملات قبلی که راجع بهش صحبت شده بگیم، صحبت زیادی بکنیم، برای اینکه به دولت ایران به عنوان یک در واقع منبع اطلاعات نمیتونیم اعتماد بکنیم وقتی میگن قرار بوده حملات این چنینی انجام بشه. ولی در این حال به همین نسبت هم نمیشه اعتماد کرد به حرفایی که آمریکا و اسرائیل و عربستان پشت این حمله ها بودن. بنابراین به خصوص در سوریه و همینطور در جای مختلفی که می‌بینیم، در سپاه مثلا امروز اومد گفت عربستان مسئول حمله بوده، در این حال نمیتونیم مطمئن باشیم که حتی داعش در اون حمله های قبلی نقش داشته. باید زمان زیادی صرف شده باشه تا این شبکه‌ای که در ایران اقدام کرد خیلی طول کشیده، همونطور که در مورد القاعده خیلی طول کشیده. داعش اون شبکه رو از دست داد وقتی که از عراق بیرون انداخته شدن، بنابراین اونها باید اون شبکه رو دوباره بازسازی کرده باشن برای اینکه بتونن چنین حملاتی رو پیش ببرن. به نکته جالبی اشاره کردیم، هم ایران عربستان سعودی و آمریکا رو به نوعی متهم کردن که پشت داعش رو هستن و هم از اون طرف عربستان سعودی ایران رو متهم میکنه. به نظر میاد جبهه‌ای که قرار متحد در مقابل داعش بایسته خودش بسیار تفرقه داره. بله، تفاوت زیادی هست. در زمینه حرفای زیادی گفته میشه، هر کی یه چیزی میگه راجع به اینکه چه کسی پشت این مسئله هست. اون که بگیم عربستان پشت این حملات هست و از داعش حملات میکنه قطعا اشتباهه. اطلاعات ما نشون میده که فقط تنها 5% درآمد داعش داره از خارج از اون بخش خودشون میاد. بخش زیادیشو دارن خودشون انجام میدن. اونها دارن بخش زیادی از پولشون داره از تجارت با دولت اسد تامین میشه. بنابراین اینکه به تا اونجایی که میدونیم اینکه از خارج از خود داعش پولهایی بیاد این اشتباهه، ولی در این حال منافع زیادی وجود داره، منافعی از جمله اینکه داعش به هیچ عنوان هیچ منفعتی در عراق به اون بخشهایی که در عراق هست نخواهد داشت. اما این مسئله زیاد میشه که به نظر نمیرسه درست باشه. اما شکی در این نیستش که گروه موسوم به دولت اسلامی هیچ علاقه ای به شیعیان نداره، تهدید میکنه اونها رو بارها و بارها. بله همینطوره، ولی ایران هم تنها اقداماتی که انجام میده اقداماتیه که باعث تفرقه قومی میشه. مثلا باعث میشه که بین شیعیان و سنی ها در عراق و در لبنان اختلافاتی به وجود بیاد. بنابراین ایران اهداف مذهبی رو دنبال میکنه و همینطور در غرب
عراق. به نظر میسته که تمام این مسائل به نوعی به ایران برمیگرده، بنابراین همونطور که گفتیم خیلی تفرقه زیادی وجود داره ولی منافع دو طرف زیاد با هم ترفیق میکنه. فکر میکنید حالا با همه این اوضاع و احوال الان دیگه داعش در خاک ایران حمله کرده، اینکه حالا اون بحثی که شما میکنید راجع به اینکه ایران از نظر استراتژیک آیا براش میصرفه یا نه رو باید بیشتر راجع به صحبت کرد، نظرات دیگر رو هم در بخشای بعدی حتما راجع به صحبت میکنیم، اما اگر دیدگاه شما رو بپذیریم از حالا به بعد آیا تغییر میبینید در شرایط؟ نه، فکر نمی‌کنم تغییر زیادی به وجود بیاد. فکر می‌کنم الان داعش در ایران حضورش رو ثابت کرده. اونها من فکر می‌کنم حمله‌های بیشتری ببینیم. مقداری طول خواهد کشید تا اونها بتونن شبکه خودشون رو در کشور بسازن و اونها از اون شبکه استفاده خواهند کرد برای اینکه اهداف دیگه‌ای رو مورد حمله قرار بدن. و همونطور که می‌بینیم در واقع اونها ایران به جای اینکه علیه داعش امروز صحبتی بکنه، اونها سعی کردن علیه عربستان صحبت بکنن. بنابراین این درگیری که داریم می‌بینیم درگیری بین ایران و داعش نیست، درگیری بین ایران و عربستان سعودی است. بنابراین همونطور که می‌بینیم ایران اولویت‌های خودش رو مبارزه با عربستان قرار داده و نه داعش. سپاسگزارم کایل اورتون از کارشناسان مبارزه با تروریسم از مؤسسه هنری جکسون همراه بود.